سلام، مجتبی حسین‌پور هستم. به آموزش مقدماتی فلاتر خوش اومدید. مطالب مورد مطالعه در این دوره آموزشی: درس یکم، یک شروع پرقدرت. درس دوم، آماده سازی محیط توسعه. محیط توسعه IDE هستش. IDE مخفف Integrated Development Environment هست. در واقع یک محیطی که به ما کمک میکنه راحت تر کد بزنیم، راحت تر کدمون را اجرا کنیم و راحت تر اون را رفع کنیم. درس سوم، آشنایی با زبان برنامه نویسی دارت. دارت توسط گوگل در سال 2011 تولید شده. خیلی شبیه جاوا هستش، یک زبان برنامه نویسی شیگرا هست و چند منظوره. درس چهارم، عبارت شرطی ایف، حلقه ها و توابع. ایف به معنای اگر هست. مثلا توی برنامه نویسی میگیم اگر فلان شرط برقرار هست فلان کار رو انجام بده. اینجا ایف به دردمون میخواد. حلقه ها، به کمک حلقه ها میتونیم کارهای تکراری رو راحت تر انجام بدیم. توابع باعث میشن برنامه‌مون خواناتر بشه، پرکاربردتر بشه، راحت تر بتونیم ایباش رو برطرف کنیم و خیلی از کاربردهای دیگه دار. درس پنجم، مفاهیم شیگرایی. درس ششم هم راجع به مفاهیم شیگرایی هست ولی تخصصی تر توضیح میدم. شیگرایی خیلی مهمه در برنامه نویسی و نه تنها در دارت بلکه در زبان جاوا، سی پلاس پلاس یا هر زبان شیگرایی دیگه استفاده میشه و مفاهیم کاملا مشترکی داره. درس هفتم، شروع کار با فلاتر. اینجا دیگه ما آماده هستیم که کار با فلاتر رو شروع کنیم و برنامه های iOS و اندروید بنویسیم. درس هشتم و درس نهم، ما با ویجت های فلاتر آشنا میشیم. کلا فلاتر برپایه ویجت هستش و یکی از نکات منحصر به فردش هم همین موضوع هست. درس دهم، آشنایی با استیتلس و استیتفول. استیتلس یک ویجت هست در واقع و استیتفول هم همینطور. استیتلس زمانی به کار میبریم که محتوای صفحه‌مون نمیخواد تغییر کنه، اصطلاحاً میگن استاتیک. ولی استیتفول زمانی به کار میبریم که محتوای صفحه نمایش اپلیکیشنمون میخواد تغییر کنه به صورت دینامیکی. درس 11، ساخت یک صفحه لاگین. در درس 11 رابط کاربری یک صفحه لاگین رو ما میسازیم. صفحه لاگین خیلی دید، مثل برنامه اینستاگرام یا خیلی از برنامه‌های دیگه یک صفحه لاگین دارن و خیلی پرکاربرده. درس 12، ساخت برنامه محاسبه توده بدنی. محاسبه توده بدنی یک سری مشخصات از فرد رو میگیره و توده بدنیش رو محاسبه میکنه. یک برنامه واقعی در یک دنیای واقعی. امیدوارم که بتونم یک دوره آموزشی با کیفیت رو خدمت شما ارائه بدم. خب، میخوام راجع به ارزش واقعی و اهمیت این دوره مطالب رو بیان کنم. همونطور که میبینید وبسایت flutter.dev رو در مرورگر باز کرد. این وبسایت رسمی فلاتر است. خب یکم اسکرول میکنیم میایم پایین. آره، اینجا ویژگی های اصلی فلاتر رو نوشته. Fast development, expressive and flexible UI, native performance. Fast development یعنی چی؟ یعنی در کمتر از چند ثانیه کد ما ران شه. صرف جوی در وقت. یکی از ویژگی عالی فلاتر همین. تغییرات رو اعمال میکنیم در کد و نتیجه رو کمتر از چند ثانیه میبینیم. خیلی عالی. خب بعدی، expressive and flexible UI. UI مخفف User Interface هستش، به معنی رابط کاربری. همین چیزایی که تو نرم افزارا میبینیم، مثل دکمه ها، مثل تکست ها، متن ها. فلاتر از UI های iOS و Material Design پشتیبانی میکنه. یعنی ما بدون زحمت زیاد میتونیم یک رابط کاربری مدرن و حرفه‌ای طراحی کنیم. خودتون بعداً میبینید چقدر این ویژگی جذاب. Native Performance، بخوام نیتیو رو واسهتون توضیح بدم، اینه که وقتی که یک برنامه نویس نیتیو اندروید داریم، یعنی آقای برنامه نویس یا خانم برنامه نویس با استفاده از زبان جاوا یا کاتلین برنامه اندروید رو میسازن، یا برای iOS زبان سویفت یا ابجکتیو سی استفاده میشه. چرا همچین کاری میکنن؟ چون نرم افزارهای نیتیو خیلی کیفیت و سرعت بالایی دارن. حالا فلاتر یکی از ویژگی های خوبش اینه که
از لحاظ عملکرد و سرعت دقیقا شبیه نیتیو عمل می‌کنند. یعنی قابل مقایسه با نرم‌افزارهای ضعیفی مثل هیبریدی نیست اصلا. و ما میتونیم برنامه‌هایی با کیفیت بسیار بالا تولید کنیم. خب یکم اسکرول می‌کنیم، اینا رو توضیح داده و آخر چند تا از شرکت‌های بزرگ رو نشون میده که از فلاتر دارن استفاده می‌کنن. این دوره آموزشی اولین دوره آموزشی فارسی فلاتر هست. البته زمانی که دارم من اینو ضبط می‌کنم و شما بعد از اتمام این دوره جز اولین برنامه‌نویسان موبایل با فلاتر میشید. نکته قابل توجه اینه که برای استخدام هم میتونید در ردیف شغلی برنامه‌نویسان iOS و هم اندروید مشغول به کار شید. یا اگر هر دو رو میخوان میتونید به عنوان برنامه‌نویس برای هر دو پلتفرم استخدام شید. امروزه تکنولوژی‌های خیلی زیادی اومده برای برنامه‌نویسی کراس پلتفرم که با جرأت میشه گفت فلاتر یکی از بهترین است تو این زمینه. برنامه نویسی کراس پلتفرم یعنی اینکه یک بار کد میزنیم و بتونیم کدمون رو توی سیستم عامل‌های مختلف اجرا کنیم. خب میخوام بیشتر راجع به دارت و فلاتر صحبت کنم. چند تا از ویژگی‌هاش اینجا نوشته. Client Optimized Language یعنی دارت برای برنامه نویسی موبایل و وب بهینه‌سازی شده و خیلی به ما کمک میکنه. فریمورک های خیلی خوبی داره مثل فلاتر و انگولار دارت. انگولار دارت برای سمت کلاینت وب هست، یعنی فرانت وب. فرانت وب یعنی اون چیزی که ما از یک وبسایت می‌بینیم، یعنی این نمای ظاهری وبسایت. همچنین دارت ابزار خیلی خوبی هم به برنامه‌نویسی که من اگه بزنم روش، بله نوشته برای موبایل فلاتر هست، برای وب اسپیکای خودشو داره، اسکریپت و سرور هم میتونیم باش بنویسیم. خب من قبلی که بخوام راجع به اینا صحبت کنم میخوام شما رو با مفهوم کلاینت و سرور آشنا کنم. هر نرم افزاری که ساخته میشه یک سمت کلاینت داره، یک سمت سرور. سمت کلاینت اون چیزی است که کاربر میبینه، باش ارتباط برقرار میکنه، باش تعامل داره. یعنی چی؟ یعنی مثلا یک برنامه که صفحه لاگین باشه رو شما تصور کنید. کاربر میاد وارد میشه، یوزرنیمش رو وارد میکنه، پسوردش رو وارد میکنه و دکمه لاگین رو میزنه. خب اگه بریم پشت صحنه نگاه کنی، اینجا باید یه جایی باشه که اینا چک بشه. آیا یوزرنیمش درسته؟ آیا پسورد درست وارد کرده؟ اگه اصلا همچین کاربری ثبت نام کرده تو سیستم یا نکرده. خب ما سمت کلاینت تنها نمیتونیم همچین کاری انجام بدیم، چون به اطلاعات کاربر دسترسی نداریم. اینجاست که نرم افزار ما نیاز به یه سمت سرور داره. یعنی یه جایی سرور کلن یعنی یه کامپیوتری یه جای دنیا مثلا روشن، مهم نیست کجا، و به اینترنت وصله و ما میتونیم از راه دور بهش ارتباط برقرار کنیم. خب برگردیم به مثال خودمون. وقتی که کاربر روی لاگین کلیک میکنه، اطلاعات ورودیش به سرور ارسال میشه. بعد سمت سرور یک نرم افزاری توسعه داده شده که چک کنه ببینه آیا این کاربر وجود داره نداره، آیا یوزرنیم پسوردش درسته یا نه، و جواب رو برگردونه، پاسخ به این سوالا رو برگردونه به سمت کلاینت. بعد سمت کلاینت دوباره هندل میکنه و مثلا در یک پیغام خطا نشون کاربر میده. به کسایی که سمت سرور کار میکنن و فعالیت میکنن، برنامه‌نویسای سمت سرور بهشون میگن بک اند کار. اونایی که سمت کلاینت کار میکنن میگن فرانت اند کار. البته این اصطلاح بیشتر برای وبسایت به کار، ولی برای یک موبایل هم همینطوریه. موبایل دقیقا وقتی که ما یک اپلیکیشنی با فلاتر مینویسیم، در واقع داریم سمت کلاینت مینویسیم و یک سمت سروری هم نیاز داره اگر بخوام از چیزی مثل لاگین استفاده. خب یکی از مزایای دارت همینه که هم میتونیم باش سمت سرور کد بزنیم، هم سمت کاربر، هم سمت کلاینت. چه موبایل باشه کاربرمون، چه وبسایت باشه که بهش میگن فرانت. اگه بخوام فرانت کد بزنیم با دارت، که باید از انگولار دارت استفاده کنیم. برای سمت کلاینت موبایل هم از فلاتر استفاده میکنیم. سمت سرور هم یه فریمورک جدیدی من دیدم، آکیو دارت.
که این هم یه فریمورک بسیار جدیدی هست برای کد زدن دارت هم تسه. یعنی با یاد گرفتن یک زبان دارت شما میتونید ترس سمت رو کار کنید. بسیار خوب. حالا پایین راجع به دارت پد صحبت کرده. دارت پد یه جایی هست، یه فضایی هست، یک آیدی هست که در واقع تحت مرورگر ما میتونیم کدهای دارت رو بنویسیم و نتیجه رو ببینیم. برای شروع خیلی عالیه. من اگه اینجا دارت پد رو باز کنم، همونطور که مشاهده میکنید اینجا یک کد دارت هست. حالا ما کار نداریم اینا چی نوشته، بعدا واسهتون توضیح میدم. فقط اینو بدین که اینجا نوشته پرینت، یعنی نمایش بده، پرینت کن هلو ورلد رو. و وقتی که من اینا ران بگیرم هلو ورلد رو واسم بنویسم. این همون دارت پد هستش که اینجا میتونیم کدهای دارت رو بنویسیم و ران بگیریم به جایی که بخوام از آیدی های دیگه استفاده کنیم. بقیه آیدی ها مثل اندروید استودیو، ویژوال استودیو کد یا اینتلی جی آیدی ها میتونیم استفاده کنیم. حتی چیزایی مثل ویم و چیزای دیگه هم داره. خب برمیگردیم به سایت دارت. چند تا دیگه از ویژگی های دارت هم اینجا نوشته. زبان خیلی آسونی هست، راحت میتونیم اروراشو پیدا کنیم و یک اکوسیستم خیلی خوبی داره. اکوسیستم چیه؟ یه سایتی داره به نام پاب. پاب جایی هست که توسعه دهنده ها اومدن یک کدایی توی دارت زدن و گذاشتن که بقیه استفاده کنن. به این کدا میگن کتابخونه یا لایبرری. به عنوان مثال ما میخوام یک نرم افزاری بنویسیم که داخلش چارت داره، چند تا نمودار میخوایم بکشیم. برای این کار ما دو راه داریم، یا اینکه بریم کدهای یک چارت یا نمودار خودمون از اول بنویسیم در دارت و توسعه بدیم. یک راه آسان‌تر هم هست، بعضی ها اومدن یه بار این کد رو زدن و گذاشتن مثلا یه جایی مثل پاپ. ما میتونیم بیایم اینجا این کد رو پیدا کنیم، مثلا اینجا چارت، خب بعضش استفاده کنیم به جای اینکه خودمون بریم از اول یک کد چارت جدید بزنیم. خوبش اینه که این کدا کاملا اوپن سورس. این همونطور که میبینید این چارت ها هست، میتونیم راحت از اینا استفاده کنیم تو برنامه. اینا همونطور که گفتم اوپن سورس. یعنی چی؟ یعنی اینا سورسش تو گیت هاب هست، ما میتونیم بریم سورسش رو ببینیم، برداریم ببینیم چه کار کردن، چه جوری ساختن و حتی ما بهترش کنیم، باگاشو بگیریم یا چیزایی که خودمون میخوایم بهش اضافه کنیم به جای اینکه از اول بخوایم بریم یک چارت بکشیم. این پاب دارت دقیقاً مثل npm جاوا اسکریپت هست و خیلی چیز مفیدی هست. یعنی هر چیزی که ما بخوایم فعلا توش هست و همینجور داره بهتر میشه و چیزای بیشتری بهش اضافه میشه و برای وب و سرور هم داره. خب برمیگردیم به سایت دارت. خیلی سرعت بالایی داره و همونطور که چند دقیقه پیش گفتم خیلی قابل حمله. یعنی هم میتونیم برای وبسایت ازش استفاده کنیم و هم برای موبایل iOS و یا اندروید. خیلی راحت میتونیم یادش بگیریم چون خیلی شبیه C++, C# یا جاوا هستش. ویژگی های خوب دیگه هم که داره اینه که بر پایه ویجت هست، چیزای اینجوری داره، یا اسینکرونوس پروگرامینگ میتونیم استفاده کنیم. اسینکرونوس یعنی برنامه نویسی مختلف و زمان. خیلی خوب، سایت فلاتر هم یه نگاهی بندازیم. flutter.io حتی شده داده، یعنی .io ریدایرکت روی داده، به وسیله گوگل ساخته شده، مثل خود دارت به وسیله گوگل ساخته شده. و یکی از ویژگی‌های خیلی خوبش اینه که متریال دیزاین کاملا توشه. یعنی اگر شما قبلا برنامه‌نویس اندروید بودید با این مفهوم آشنا هست، با طراحی متریال. ولی این دیگه نمیخواد اضافی کد بزنیم، بدون زحمت زیاد برنامه ما متریال میشه و همینطور که نوشته و قبلا گفتم کیفیت و سرعت بسیار بالایی داره و گوگل خیلی داره روش مانور میده برای آینده. توی سایت خودش هم داک داریم که میتونیم چیزهای مختلف رو ببینیم، ویجت ها رو ببینیم، انواع اقسام ویجت ها که میتونیم تو برنامه‌مون استفاده کنیم ازش. اینجا توی یوزر اینترفیس ویجت کاتالوگ که نگاه کنیم
چیزای زیادی داره. یه چیز داره به نام کوپرتینو که میتونیم از ویجت های برنامه نویسی iOS استفاده کنیم، یعنی همون چیزایی که برنامه نویسان iOS استفاده میکنن، یعنی اینا رو میتونیم ما دیالوگ های iOS هم در اندروید استفاده کنیم و خیلی چیزای جالبی دیگه. کاملا اینا رو ببینید متریال هستن همش. بسیار دیگه کم کم از جلسه بعدی ما نصب میکنیم فلاتر رو و شروع میکنیم به برنامه نویسی.